ترین آموزش قصد داریم با سورهای عمومی و سورهای وجودی در نرم افزار مطلب آشنا بشیم و ببینیم که چه دستوراتی برای این عملیات گذاشته شده در نرم افزار مطلب. فرض میکنیم که ما یک آرایه داریم با نام R که مقادیر اون باشن 1, 3, 5, 9, 15 و 20. در صورتی که ما بخوایم در این آرایه بگردیم ببینیم که آیا وجود داره یک عددی که مقدارش مثلا از 15 بزرگتر باشه، میتونیم از دستور any استفاده کنیم، بگیم که any r بزرگتر باشه از 15. خروجی که دستور any برمیگردونه یک مقدار لاجیکال هست، همونطوری که مشاهده میکنیم مقداری که برگردونده شده نشون میگه مقدارش یک هست، که یعنی وجود داره حداقل یک عددی که از 15 بزرگتر باشه. میتونیم any رو تایپ کنیم در آرایه R آیا عددی وجود داره که مقدارش از 50 بزرگتر باشه. میبینیم که مقدار فالز رو برمیگردونه یا صفر رو برمیگردونه، یعنی همچین عددی وجود نداره. فرض کنید که ما میخوایم یک آرایه داریم با نام R2 که مقادیرش باشن 1, 1, 1, 1 و 1. در صورتی که ما بخوایم ببینیم که آیا تمام عناصر موجود در آرایه R2 مقدارشون یک هست، میتونیم از دستور all استفاده کنیم. میتونیم تعریف کنیم all R2 برابر با 1 و اینتر میزنیم. میبینیم که خروجی که برمیگردونه به معنی این است که تمام عناصر موجود در آرایه R2 مقدارشون یک هستن. و اگر این آرایه رو تعریف کنیم آیا تمامشون برابر 2 هستن، میبینیم که مقداری که برمیگردونه 0 است. و اگر any رو تایپ کنیم، any در آرایه R2 آیا حداقل یه دونه عنصر وجود داره که مقدارش برابر 2 باشه، میبینیم که باز هم مقدار فالز رو برمیگردونه. آیا حداقل یک عنصر یا المان وجود داره که مقدارش برابر 1 باشه، میبینیم که مقدار 1 رو برمیگردونه، یعنی اینکه یه همچین عددی وجود داره. بنابراین در نرم افزار مطلب متناظر با سور عمومی از دستور آل میشه استفاده کرد و متناظر با سور وجودی میشه از دستور انی استفاده کرد. در این آموزش با دو دستور آل و انی برای کاربرد سورهای عمومی و وجودی آشنا شدیم.